خاتم‌سازی یکی از رشته‌های به اصطلاح پرزحمت صنایع دستی هست. اگر بگم اولین رشته هست که فرایند تولیدش خیلی پیچیده است، صنایع دستی اغراق نکردن. چون الان فراوری خاتم یه قسمتش بحث گلبندیه که ما متریالاش مثل استخون شتره که اینو طی فرایندی پیچیده ای این استخون رو تبدیلش کنن به نخهایی مثلث شکل. یکی دیگه از متریال های خاتم چوبه رنگی که حالا اهم از چوبه نارنج، گردو، نمیدونم فوفل، عناب، چوبه اوکالیپتوس، اینا رنگ های مختلفی داره که اینا هم فرایندشون دقیقا مثل استخون. اینا باید به صورت ورقه های مثلا 3 میلیمتری در بیاد، بعد این 3 میلیمتر به صورت نخهای مثلثی، منشورهای مثلثی در بیاد تا بشه به عنوان کار خاتم از استفاده کرد. باز فلزاتی که در خاتم استفاده میشه عمدش آلیاژ برنج است که اونم شرکت های دولتی که برنج استثمار میکنن آلیاژ برنج رو به صورت مفتولای گرد به ما تحویل میدن که اینا از چند تا چرخ رد میشه تا به اون مقطعی که ما میخوایم برسد و در ضمن از رد شدن این چرخ ها حالت مثلث به اون میده. وقتی مواد اولیه اومد دستمون با اون نقشه قبلی که تو ذهنمون هست، اون خاتم مورد نیاز و این متریال کنار هم قرارش میدیم، چوب و سیم و استخونا، تا مثلا این خاتم که الان ما اینجا ریختیم، این خاتم مد نظری ما بوده از اول. این خاتم پیچیده میشه، بعد اینا به فرایندی میره زیر پرس گرد و بعد برش مقطع عرضی میخوره به صورت لایه های تقریبا 1 میلیمتری، 2 میلیمتری و اینا روی زیر ساخته چوب یا فلز نصبش میکنن و بعد از ساب و پرداخت و چند لایه مثلا پوشش فلز ضد رطوبت روش میزنن تا آماده ارائه به بازار بشه. تنوع خاتم خیلی زیاده. قدیم فقط صرف جعبه های خاتم بود و قاب خاتم، نمیدونم جعبه قرآن، ولی الان خوشبختانه به صورتی شده است که خاتم رفته است تو خونه ها کاربردی شده است، رو میزای اداره رفته است، نمیدونم به عنوان سرویس های اداری، نمیدونم به عنوان ست جهیزیه. خیلی تنوع الان ما بالغ بر 1009 کار خاتم شده داریم. نمایشگاه یا دم فروشگاه که مثلا توریست های خارجی میان، وقتی براشون توضیح میدیم که این خاتم متریالش چجوریه و فرایند تولید چجوریه، واقعا هنگ میکنن، اصلا براشون قابل باور نیست. تو میگی مثلا در 1 سانتی متر مربع این 400 تا قطعه کار شده که این تو مثلا 20 مرحله این گل خاتم تشکیل شده است، واقعا میخکوب میشن پای کار و توضیح میخوند. وقتی ما توضیح و واقعا دهنشون نمیه باز میمونه که چقدر این هنر زیباست و فرایند تولیه چقدر پیچیده و سخته. و به همین دلیل هم هست که حالا میگم اگر نمایشگاه صنایع دستی مشکل برطرف شد، کشورهای دیگه نمایشگاه باشه، خیلی مشتاق دارد کار خاتم، چه برای دیدنش چه برای خریدش.